هیولای افسانه‌ای که توی رودخونه‌های آفریقا وجود داره، این امید رو بین دانشمندا زنده کرده که ممکنه دایناسورها هنوز زنده باشن. تا پایان این ویدیو همراه من باشین تا از این راز خبردار بشین. موکل مبمبه که اسمش هم تلفظ سختی داره، در اعماق جنگل‌های انبوه آفریقای مرکزی جانورشناسان و جویندگان ماجراجویی رو به یک اندازه مجذوب خودش کرده. این جانور مثل هیولای دریاچه نیس و پاگونده توی اشکال مختلف به صورت کتاب و فیلم و حتی بازی‌های ویدئویی ظاهر شده. این جانور به صورت موجودی ترسناک و ماقبل تاریخی توصیف میشه که توی دنیای گمشده خیالی پارک جوراسیک هم قرار میگیره. افسانه این حیوان عجیب به قرنها قبل برمیگرده که از طریق نسلها از قبایل بومی توی آفریقای مرکزی منتقل شده. موکل مبمبه اصطلاحیه که از زبان لینگالا در جمهوری دموکراتیک کنگو سرچشمه گرفته. به معنای کسی که جریان رودخونه رو متوقف میکنه ترجمه میشه، که مربوط به همون رودخونه یه که توش زندگی میکنه. طبق افسانه های محلی، این موجود توی باتلاق های عمیق و ناشناخته و سیستم های رودخونهی حوزه کنگو زندگی میکرده و اغلب توی غارهایی که توسط رودخونه ها و توی سواحل توی پیچ های تیز پنهون میشده. این اقامتگاه‌های زیرزمینی پناهگاهی رو برای این حیوان نیمه آبی فراهم می‌کردن که بتونه توی اونجا عقب نشینی کنه و از چشمان کنجکاو فرار کنه. یک باور رایج بین ماهیگیرای محلی این بوده که هر قایقرانی که بیش از حد به حوزه موکل مبمبه نزدیک بشه محکوم به فناست. ظاهراً این موجود بلافاصله به این کشتی‌ها حمله می‌کنه و خدمه اونا رو بیرحمانه میکشه. و جنبه گیج کننده ماجرا این بوده که اجساد قربانیان نگونبخت دست نخورده باقی میمونده، مثل اینکه این موجود هیچ علاقه‌ای به مصرف اونها نداشته. تا قبل اینکه بگم مردم چه شواهدی از این موجود داشتن، این ویدیو رو لایک کن. برخی از مردم محلی ادعا کردند که موکل مبمبه موجود گیاهخوار بوده و تنها از پوشش گیاهی موجود توی زیستگاه خودش تغذیه میکنه و ممکنه فقط توی ساعات روشنایی روز به ساحل رفته باشه تا به دنبال مواد گیاهی مناسب برای خوردنش باشه. توی قرن 18، مبلغان فرانسوی تعریف کردند که توی اعماق جنگل ردپای حیوانات ناشناخته‌ای که به جا مونده بود رو دیدن. این آثار نشانه ای از پنجه‌های بزرگ در حد 3 فوت بوده که با فاصله زیاد از هم قرار داشتن، که نشون میداده این جانور با سرعت بالایی حرکت میکرده. بر اساس گزارش ها این موجود دارای رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای بوده و گفته میشه که این موجود عظیم‌الجثه دارای پوستی صاف، گردن بلند و انعطاف‌پذیر و یک سر کوچیک و فقط یک دندونه. بعضی از روایت ها هم دم بلندش رو به تمساح تشبیه کردن. دایناسور موکل مبمبه یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های ارتباط با دایناسورهاست. جانورشناسا معتقدند که این میتونه یک گونه دایناسور بازمانده مربوط به گونه هایی مثل براکیوسوروس یا دیپلودوکوس باشه که مدت هاست منقرض شدن. به نظر شما این موجود ممکنه از نسل دایناسورها باشه؟ توی کامنت ها نظرتون رو بگین. شباهت بین گزارش های شاهدای عینی و توصیف های دایناسورها این شک و تبدیل به یقین میکنه که یک جمعیت از دایناسورها باقی موندن و توی بیابان های دور افتاده آفریقا جون سالم به در بردن و اونجا دارن زندگی میکنن. به دلیل ویژگی های فیزیکی متمایزشون مثل گردن بلند، اندازه عظیم و سر کوچیک، برخی معتقدن که اینا دایناسورهای زنده هستن و توی این دوره زمانی دارن زندگی میکنن. با این حال خیلی هستن که به این موضوع شک دارن و مخالفن که این موجود واقعا آخرین دایناسور زنده باشه. در طول سالها تحقیقات متعددی برای کشف حقیقت پشت افسانه موکل مبمبه انجام شده. توی سال 1981 معروفترین این اکتشافات توسط دکتر مکال گیاهشناس و جیمز پاول جانورشناس رهبری می شده. این تیم با امید جمع‌آوری شواهدی از وجود این موجود به اعماق باتلاق‌های کنگو رفتن. با وجود مواجهه با شرایط چالش برانگیز و تحمل خطرات جنگل، ماجراجوی اونها هیچ مدرک قطعی رو ارائه نکرد. تنها موجودات افسانه‌ای نیستن که سوال‌های زیادی رو توی این جهان با خودشون دارن. بناهای زیادی وجود داره که رازهای سر به مهر یا درون خودشون پنهون کردن.
مثل مجسمه ابوالهول که یکی از شگفت‌انگیزترین عجایب مصر باستانه که توی ویدئوی بعدی راجبش توضیح میدم.